there. Okay, so now here we have examples. Okay, I am Ahmad. Okay, let me say I. Say again, I am Ali. من علی هستم. بعد اگر خواسته باشیم پاسیو ادجکتیو استفاده کنیم میگیم my name is علی. نام من علی هست. خب ببینیم در این قسمت صفه ضمیر که ما داریم در ابتدای جمله قرار داره و کسیه که کار ما بگیم فاعل is the doer of an action. فاعل انجام دهنده یک کاره. And what is subject? Everything which we use at the beginning of the sentence is called subject. هر اون چیزی که ما در ابتدای جمله قرار میدیم به subject میگن. اما به این قسمت ما چیزی رو که داریم name یک اسم هسته اینجی. Name اسمه و چیزی که قبل از اسم استفاده میشه صفت. My name is علی. نام من علی هست. به همین عنوان مثلا میگیم که your name is رضا. نام شما رضا هست. his name is for example فواد. okay, his name is فواد. نام او مرد فواد هست. یا مثلا میگیم her name is سارا. نام او سارا هست یا نام او زن سارا هست. It's for example we can say it's tail is long. I have a kite and its tail is long. مثلا میگم یک کاغذباد دارم و دم آن بلند هست. Its tail is long یعنی دم آن بلند هست. Our class is beautiful. Okay, our class is beautiful. صنف ما زیبا هست. یا مثلا میگیم their class is their class is hot. صنف آنها چی هست؟ گرم هست. پس پاسیو ادجکتیو داریم. صفات ملکی قبل از اسم استفاده میشه. ملکیت ملکیت رو نشون میده. و سابجکت پرونونز داریم. ضمایر فاعلی نشان میده که چه کسی یک کار رو انجام میده. به اینجا